زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید. بعد مردن آب پاشیدن سر مزارش چی سود؟ دوستانی عزیز، بازم مهربان فرخاری در خدمت شما به یک برنامه نو، بر یک برنامه نو قرار دارم. و عزیزانی که این ویدیو را بار اول تست میبینید، پس اگر از طریق پیش جست پالیتیکس میبینید، پیش ما را لایک بکنید و ما را فالو بکنید. و یا از طریق کانال یوتیوب ما میبینید، لطفا کانال یوتیوب ما را سابسکرایب بکنید و زنگوله را بزنید تا یکی از ویدیوهای بعدی بنده جا نمانید. دوستان عزیز، برنامه امروزی من به کسانی از همان به کسانی که سالگری احمد شاه مسعود، همان قهرمان ملی افغانستان سالگری میکنن، و یا همان هفته شهید که هزارا هموطن ما شما شهدای گوناگون روحشان شاد، جایشان بهشت برین باد. امروز من مسلم به خودم لازم دیدم که باید یک پیامی به هموطنان عزیز ما داشته باشیم، به کسانی که خود رهروی مسعود میداند و کسانی که سالگری مسعود هر سال برگزار میکند. پس لطفا تمامی شما افغانستان، تمامی شما جوانای افغان، مردم افغان با خبر هستید که چی کارایی نیست که در این روز صورت میگیره. همانا از فیرای هوایی، همانا بالاخره لندغری، همانا پاچه بالا پاچه پایین، همانا پکول یک طرفه، همانا بالاخره آزار اذیت مردم و هموطنان دیگر ما. پس هموطنان عزیز، پس کسی که تو میخوای که سالگری احمد شاه مسعود به شکل برگزار بکنید که یه دیگر هموطنان ما بشناسن شخصیت مسعود، مسعود شناسی باشن، الگوی از مکتب مسعود باشید. پس لطفا پیام من به شما از هموطنان عزیز این است که در هر ولایت اگر شما این کارا را میکنید، خواهشان نکنید، بیایید باز هم به یک نوی دیگر این سالگره را برگزار بکنید. قسمی که احمد مسعود، یگانه فرزند احمد شاه مسعود، از تمام رهروان مسعود خواهش داشت و خواهش کرد، من ویدیوش گذاشتم، شما میتونید ببینید که لطفا باعث آزار و اذیت هموطنان ما نشوید. شما به جای از اینکه این کارا را بکنید، ختم بکنید، خیرات بکنید، دست فقرا را بگیرید، یک سنگی را از جاده بردارید، حداقل یک خار را از روی سرک از دم پای مردم بردارید. مردم بداند که واقعا شما کسانی هستین که و به شهدا احترام دارید، به خون شهدا احترام دارید. دوستان عزیز لطفا این ویدیو را شیر بکنید تا به کسانی که بی‌بندوباری میکنند، کسانی که آزار و اذیت میکنند، لطفا به آنها برسد و دیگه از این کارهای خود دست بردارد. این باعث شده، همین کارهای شما باعث شده که افغانستان، دیگر اقوام افغانستان این روز به یک نوی، یک روزی جبزنی، یک روزی باجگیری، یک روزی خلاصه نشهدا، یک روزی چور و چپاول به نظرشان فکر میکنن. پس خواهشان شما بیایید دست یکی دیگر بگیرید، برید خون بدید، برید ببینید در بانک های افغانستان، بانک خون افغانستان، شفاخانه سردار محمد داود خان، شفاخانه استقلال، شفاخانه گوناگون در خود کابل وجود داره که شما میتونید برید. در امروز جوانان عزیز، رهروان مسعود، شما میتونید برید اونجا خون بدید و این خون شما باعث میشه که یک سربازی وردی ملی، یک سربازی پلیس ملی به خون نیاز داره و اون از اونجا چی کنه؟ استفاده بکنه و پس دوباره حیات پیدا بکنه. میگه افغانستان مرده بد نداره، زنده خوب. پس مرده پرستی، قوم پرستی، سمت پرستی، حزب پرستی، سو پرستی را بگذارید، خدا پرست شوید، یک مش شوید تا ای که وطن ما گل و گلزار شود. لطفا من از شما میخوایم که باعثی آزار و اذیت مردم، کوچگردی و ویلاگردی اینا را بس کنید. اگر بس نمیکنید، با جواب دندان شکن نیروهای امنیتی مواجه میشوید. اون وقت است که باز میگه کوزه را بگی اوز پرگو، اون وقت است که باز گلایه و گلایه بازی میشه که شما چرا فلانی را لد کردیم، فلانی را چرا بندی کردیم، فلان چرا اوزه خواستید. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که شما قبل از اینکه شما غیر برگزار میکنید، پس لطفا اول اخلاق یک مرکه، اخلاق یک سالگیره، اخلاق یک خلاصه، یک گفتمان، یک دیالوگ یاد بگیرید، بعد از اون جاده بیایید. لطفا از شما خواهش میکنم که این ویدیو را شیر بکنید تا به طرفدارای احمد شاه مسعود برسه دست از این کارا برداره. تا برنامه بعدی شما را به الله یکتا میسپارم.